تسلیت خانم مریم رجوی به مردم تهران و بازماندگان قربانیان فاجعه آتش سوزی در درمانگاه سینای اطهر. شمار قربانیان حادثه مهیب انفجار و آتش سوزی در درمانگاه سینای اطهر در خیابان شریعتی تهران به 19 نفر رسید. جان باختن دلخراش گروهی از هموطنانمان به ویژه بیماران در فاجعه آتش سوزی در کلینیک سینای تهران را به بازماندگان قربانیان و به عموم مردم تهران تسلیت می‌گویم و برای مصدومان و مجروحان آرزوی بهبودی سریع می‌کنم. تصاویر دلخراش زنان گرفتار در آتش که با دست خالی به شکستن شیشه ها مبادرت می کنند، قلب هر انسانی را به درد می آورد. رژیم سرکوبگر آخوندی به جای اقدام فوری برای نجات گرفتاران در آتش، نیروهای سرکوبگر و اطلاعاتی و امنیتی را به محل اعزام کرد تا از اعتراض مردم محروم و مصیبت دیده جلوگیری کند. دریغ و درد از میهنی که تحت حاکمیت این کفتاران عمامه به سر هر روز عزادار است و به مصیبتی بدتر از قبل گرفتار می شود. از انبوه قربانیان کرونا تا جوانانی که دست خالی برای مهار آتش سوزی ها قربانی می شوند، تا حلق‌آویز و اعدام و شکنجه که لحظه ای قطع نمی شود. خانم رجوی در مورد آتش سوزی و جانباختگان آن در بیمارستان خاطرنشان کرد: این فاجعه و حوادث تلخ و قابل پیشگیری مشابه آن از خسارت‌های جانکاه سیل و زلزله و آتش سوزی جنگل‌ها و محیط زیست در همین ایام که هنوز هم ادامه دارد، عقب ماندگی و نابسامانی مفرطی را نمایان و بارز می کند که سرتاپای رژیم فرسوده و فرتوت ولایت فقیه را فرا گرفته است. این رژیم با آخوندهای چپاولگر و پاسداران و مزدورانش جایی برای استحکام زیر ساختها و زیربناها و خدمات قابل تکیه فنی و تخصصی باقی نگذاشته است. جنایت و تبهکاری و بیکفایتی و فساد دستگاه‌های آخوندی تنها با نیروی تمام کننده شورش و قیام و سرنگونی دیکتاتوری دینی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم در میهنمان پایان می‌یابد.